مصطفی پور محمدی گفته دولت قصد ورود به مسئله حصر را ندارد. حکم حکومتی دولت باید روشن کنه به کدوم مسئله بالاخره قصد ورود داره. زندانی های سیاسی، حصر، مطبوعات، بازگشت ناراضیان، چی؟ ضمن اینکه من شخصا فکر می‌کنم آقای کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد شانس آوردن دولت ورود نمی‌کنه، چون آقای پور محمدی هر جا به مسئله زندانیان ورود کرده بقیه زنده از اونجا خارج نشده. حکم حکومتی خدمت مقدس سربازی. اگه سربازی رفتن کار مقدسیه، چرا کسایی که حرفشون اصولاً سر و کله زدن با امور قدسی سربازی نمیرن؟ حکم حکومتی چون سربازی امر مقدسی است، از این بعد فقط روحانیون به سربازی اجباری باید اعزام بشن. میدونیم طبق قانون روحانیان سربازی میرن این حرفا، ولی جزئیاتش رو نمیگیم، خودتون میدونید که سربازی شوخیه. حکم حکومتی معصومه ابتکار گفته انتقال آب نباید به رود کارون آسیب بزنه. خب معلومه آسیب میزنه، آب یه رودخونه رو داریم برمی‌داریم می‌بریم یه جای دیگه، خب چی می‌ریزین؟ پپسی می‌خوان جاش بریزین؟ حکم حکومتی جمهوری اسلامی به جای خوش کردن کل ایران، نصف این بودجه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای رو صرف مهار و مدیریت آب‌های سطحی بکنه. حکم حکومتی فاطمه عالیا نماینده مجلس از زنان خواست تا طلاهای خودشونو به پای رهبری بریزن تا بانک‌های آمریکا رو بخرن. حکم حکومتی خانم عالیا باید بیاد توی صحن علنی مجلس، بیان به صورت عملی نشون بدن تا چند بلدن بشمونن. تا 10، 20، 1000، چند؟ از 13 تا 19. واقعا با این نمایندگان دانشمند همین که تورم فقط 40% یه معجزه است. حکم حکومتی روزنامه بهار توقیف شد به خاطر متنی که حالا کاری نداریم، ولی آقای عارف در یک اظهار نظر عجیب نه تنها اعتراضی نکرد، بلکه گفت نباید با انتشار فلان و بیزار زمینه‌ساز بهمون فلان بشیم و بهانه دست دشمن نمی‌کنه. بعد مدیر روابط عمومی آقای عارف هم یه کاره گفت روزنامه بهار ربطی به عارف نداره. آقای عارف این روزنامه بهار همون روزنامه نیست که موقع کاندیداتوریتون عملاً تریبون شما بود؟ همون بهاری نیست که 55% سهامش مال آقازاده جناب علی بود؟ همون بهاری نیست احیاناً روابط عمومی شما یه موقع همین روزنامه بهار بود اصلا؟ بعد حالا روابط عمومی تو میگه که به همدیگه ربطی ندارین. من کاری به یادداشتی که نوشته شده ندارم که چیز معمولی هم بود به نظر من، ولی شما نبودید که از آزادی مطبوعات اینا حرف می‌زدید اون موقعی؟ اونم ولش کن، شما وقتی یه روزنامه بسته میشه از ترس اینکه برای شما بد نشه فقط بهش حمله می‌کنی؟ فکر نمی‌کنی چند تا روزنامه نگار بیکار شدن؟ یه برات مهم نیست که به اونام اشاره بکنی. آیا آره یه کارت زرد اساسی داری به خاطر حمایت نکردنت از روزنامه‌ای که بچه‌هاش از شما حمایت کردن. حکم حکومتی آقای عارف باید تکلیفش رو روشن کنه، نرخ نون رو به قیمت چه روزی میخوره بالاخره. حکم حکومتی هفته هفته پیش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که دولت ایران تو ایران راش نمیده، گزارش خودش رو تقدیم کمیسیون حقوق بشر کرد و هیئت ایرانی هم جواب داد. فرازی از ترجمه این جواب رو براتون میخونم. به رغم کمپین سیاسی و رسانه‌ای نمایندگان بهایی، هیچ یک از بهاییان تنها به صرف عقاید دینی خود از دانشگاه اخراج یا زندانی نمی‌شوند. دولت ایران نه تنها حق تحصیل بهاییان را نقض نمی‌کند، بلکه از این حق حمایت می‌کند. نه واقعا خودتون روتون می‌شد وقتی اینو می‌نوشتین. یعنی همه جوابایی که به گزارش احمد شهید دادین خنده‌دار بود، ولی این یکی فاجعه بود از فرط بچه پرود. حمایت از حق تحصیل بهایی ها حمایت میکنید؟ یعنی باید سیمرغ بلورین وقاحت رو بدم به شما. شما اینقدر بچه بهایی رو تو دانشگاه راه ندادید یا اخراج کردید که بهایی ها مجبور شدن برن برای خودشون یه دانشگاه زیرزمینی درست کنن، دانشگاه مخفی، دانشگاه سری. بعد ریختید استادا و متولیان همون دانشگاه هم گرفتین انداختین زندان. الان 16 تاشون تو زندان رجای شهرن، همون زندانی که احمد شهید راه نمیدید برای بازی. تو یک سال از 1000 شرکت کننده تو کنکور 800 تا رو انداختید بیرون به بهانه نقص پرونده، یعنی 80%. بابا نامه دادید با سربرگ و مهر امضا اینا اینها، بخشنامه دادید بچهای بهایی رو بندازن بیرون اینها، بعد میگین حمایت میکنین. بابا خانم نسیم باقری رو همین دیروز به 4 سال حبس تعزیری محکوم کردید برای همکاری با دانشگاه بهاییان. آقای کامران رحیمیان همین 2 روز پیش از تو زندان نامه نوشته به وزیر علوم که بابا آخه چرا بچهای بهایی رو از تحصیل محروم میکنید؟ آقای رحیمیان خودش هم قربانی این تبعیض بوده، یعنی دانشگاه راش ندادین، وقتی رفته کانادا درس خونده اومده ایران تو همین دانشگاه مخفی به بچهای بهایی تدریس کنه، گرفتینش انداختینش زندان.
چطور این بچه‌ها حق دارن برن سربازی ولی از تحصیل محرومن؟ بعد شما میاد میگید از تحصیل بهایی‌ها حمایت میکنید. درست میگن دروغ باید بزرگ باشه، ولی دیگه اینقدر آخه به این مروت. کارنامه حقوق بشر نظام در یک کلمه اگه بخوایم خلاصش کنیم، اون کلمه چیزی نیست جز تبعیض. تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی. بعد شما صاف میبینید تو چش یارو نگاه میکنید میگید از تحصیل بهایی‌ها حمایت میکنید، لابد از اعدام هم بدتون میاد. طرفدار آزادی مطبوعات هم هستین. ما توهم زدیم. دسترسی به اطلاعات و حق برخورداری از تحصیل یک حق بشریه. محروم کردن یک گروه به هر دلیل، به هر دلیلی از تحصیل عین نقض حقوق بشره. کاری که در قرون وسطا میکردن، کاری که شما الان دارید میکنید. حکم حکومتی، بچهای بهایی حق دارن به دانشگاه برن مثل همه شهروندهای دیگه. حکم حکومتی، مذهب، قومیت، جنسیت نباید مانع تحصیل کسی بشه. حکم حکومتی، گزارش احمد شهید رو بخونید آقایون نظام و خجالت بکشید. این کارنامه شماست. دوستان این صفحه فیسبوک برنامه است، به اینجا سر بزنید، برنامه رو از اینجا میتونید دانلود کنید و خیلی کارهای دیگه. با ما در تماس بمونید. من آرش صبحانی به همراه سامان اربابی تهیه کننده برنامه و دیگر بچهای تیم آنتن تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم.